این هستش که شارهای شبانه به چه صورتی بود و در چه مناطقی؟ بله، دوشنبه شب در واقع همونطوری که الان شعارها هم پخش میشد از سیمای آزادی، سردادن شعار الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور به طور گسترده در تهران تنین انداز شد. جوانان و مردم مضافاً بر الله اکبر شعارهای مرگ بر اصل ولایت‌فقیه و مرگ بر دیکتاتور سردادن. تقریبا از ساعت 10 شب به وقت تهران شروع شد و گسترده هم بود تو مناطقی مثل صادقیه، دیشا، اکباتان، خیابان پیروزی، حومه میدان امام حسین، تجریش، مجیدیه، نازیاباد و خیلی مناطق دیگه. این سردادن شعارها به طور گسترده وجود داشت. در واقع میشه گفت که دیشب خیزش شبانه شعار سردادن توسط مردم تهران در ویژگی‌های جدیدی خودشون نشون داد. اگه میتونید یه توضیح کوتاه بدید که این ویژگی‌های جدید چی هستن و منظور نگران چی هست از این ویژگی جدید؟ بله، ببینید در دفعات قبل شعار مهربی در سردادن شعارها در شب الله اکبر بود که تنین انداز می شد. اگر چه سایر شعار هم داده می شد، مثلا همین شعار مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، اما شعاری که عمدتاً در شبها داده می شد به عنوان یک سنت اعتراضی همون الله اکبر در شب بود. اما این بار ضمن این که الله اکبر رو سر می دادن، شعارهای مرگ بر اصل ولایت‌فقیه و مرگ بر دیکتاتور هم گسترده بود. یه ویژگی دیگه این بار این بود که در دوره‌های قبل این شعارها که در شب داده میشد بیشتر در شمال تهران و یا در واقع بالای شهر تهران بود، اما این بار تو مناطقی مثل نازیاباد خیلی چشمگیر داده میشد. یعنی حتی در نازیاباد به نسبت سایر مناطق خیلی گسترده‌تر بود. مشخصه دیگه روحیه بسیار بالای جوانان و مردم در این خیزش شبانهشون بود که یک نمونه رو فقط ذکر کنم که دوشنبه شب یا همین شب گذشته ساعت حدود 10 شب تو منطقه مجیدیه تهران تو پارکی که نزدیک مسجد امام علی هست تو مجیدیه شمالی، در واقع اونجا ماشین هایی که جوانان توش بودن می اومدن می رفتن و ضمن به صدا این حرکاتی که انجام می دادن شعار مرگ بر خط ولایت فقیه و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر می دادن و خلاصه از منطقه خارج میشنن و دوباره وارد میشنن. یعنی فقط در پشت بام ها نبود که این شعار دادن ها بود، بلکه تحرکات اینطوری هم جوانان و مردم داشتن. آقای جوان نژادی، آیا متوجه به حضور گسترده که شما گفتید در سطح تهران بود، آیا گزارشی هم از واکنش های عناصر رژیم دارید که چه چیزهایی بودن یا اینکه نه؟ ببینید، خب مشخصه که واکنش نیروهای رژیم در این طور مواقع عموما این هستش که بتونن با ارعاب، با فضاسازی، با جفسازی مانع این شاردهی ها بشن. ولی آنچه که گزارش هایی که از خبرهایی هست نتونستن و مردم تونستن در واقع این خیزش رو با موفقیت انجام بدن. شما تو شعاره که گفتین جمع رسنه شعاره گفتین مرگ بر خط ولایت فقیه، ایدئولوژی همچین چیزی این شعار جدید هم اضافه شده به شعاره مرگ؟ بله، این شعار جدید شعاری بود که دیشب در واقع اضافه شده به شعارها. بله، این شعار هم میدن و دادن. آره، از سایر شهرستان ها هم گزارشی داریم که چه این خیزشی بوده یا نه؟ ببینین، خب رژیم از قبل از 20 بهمن به طور گسترده و عجیبی راه های اطلاع رسانی رو تلاش کرد که مسدود کنه. البته منظورم اینه که خب قبلا هم بود، ولی این ممانعت رو از آستانه 20 بهمن دیگر بیشتر کرد. در ارتباط با 25 بهمن این رو بیشتر کرده. طبعا در شهرستان ها این برمراسب بیشتره و خبرها خب دیرتر میرسه. اما طبق خبرها و گزارش هایی که داریم دیشب در مشهد در محله های احمد آباد و قاسم آباد، اونجا هم تنین شعار الله اکبر مردم و جوانان بلند بوده.